یکی از مهمترین دغدغه های ما در هارمونی موسیقی ایرانی این هستش که جنس موسیقی ما از جنس مودال هست، نه از جنس تونال. من اینا خیلی تو ویدیوهای قبلی راجبش صحبت کردم و از کتابهای مختلف این رو بیان کردم، توضیح دادم، ولی در این جلسه قصد دارم از دیدگاه علم هارمونی به تفاوت بین اون هارمونی که ما میشناسیم. خیلی من تحلیل‌های مختلفی در دوره‌ای که موسیقی تونال رایج بود راجب اون صحبت کردیم، تفاوت بین اون نوع هارمونی تونال با هارمونی مودالی که به نظر میرسه راه حل هارمونی موسیقی ایران هست تفاوتش چیه. خب من مثال‌هایی که وجود داره، خب من یک نمونه رو خوشبختانه تحلیل کردم. اگه می‌خواید یک موسیقی مودال همچین جوندار ببینین، قطعه کلیسای غرق شده از دبیوسی رو من تحلیلش ارائه دادم، اونجا نوتش رو آوردم. یک ساعت قشنگ، یکم سرگیجه آوره چون مودهای مختلف توش استفاده شده، موسیقی مودال هستی. ولی خب برای ما اگه میخواییم موسیقی ایرانی رو یاد بگیریم، چگونه باید هارمونی براش بنویسیم که حال و هوای مودال داشته باشه نه حال و هوای تونال، در اون صورت باید هم نمونه هایی که از اینجور قطعات هست رو ببینیم، که یه نمونه شو من کردم، انشاءالله شده آینده نمونه های دیگری رو هم تحلیل کردم. و جدای از اون قواعدی که و تفاوت هایی که بین هارمونی تونال و مودال هست رو با هم نگاه کنیم. توی مقدمه ای طبیعتاً من اون مشخصه های کلیش رو اشاره کردم، در ادامه میشه اینها رو به نظرم با مثال، چون هارمونی باید با مثال باشه رو تخته و اینجوری برای کلیات خوبه، ولی پس از این اگه من بخوام همینجوری رو تخته ادامه بدم سرگیجه آور خواهد شد. پس آن چیزی که داریم اینه که میخوام در مورد مقدمه بر هارمونی مودال رو به شما بیان بکنم و در ادامه هارمونی تونال یه مروری اول روش میکنم که شما اول این چیزی که هست و خوب متوجه بشید چی هست، و بعد در ادامه قواعد و تفاوت‌هایی که در هارمونی مودال ایجاد میشه رو اشاره خواهم کرد، و در انتها به اون آکوردها و توالی آکوردهایی که در مثلا من جا دوریان رو الان نوشتم، دوریان ر، شما میتونید شبیه هم اینجا میبینید و من برای سایر مودهایی که هست هم، مودهای فراموش شده ما بهش میگیم، هم تکرار بکنید. یه مثال هم اینجا آوردم برای توالی آکوردهایی که استفاده میشه. یه نکته مهم همین اول بگم، هارمونی مودال کاملا با هارمونی تونال متفاوت است. یعنی همه اون قواعدی که ما در هارمونی تونال میشناسیم، نقش دامیننت، ساب دامیننت، تونیک، چی به چی حل میشه، چه حالتی میشه، بلش کنید اینا رو، ولی سطل آشغال داشته باشید، همه رو بریزین داخلش، برگردید سر خونه اول و حالا اون چیزی که من خواهم گفت خواهید دید که چقدر متفاوته. یعنی ما خب در هارمونی تونال درجه اول و چهارم و پنجم براش ارزش بالای قائل هستیم. من اگه تفاوت رو ببینید، اینجا میبینید تونیک مودال هست، یکم اینجاست، اما شما اثری از درجه چهارم و پنجم نمیبینید. اتفاقا درجه چهارم و پنجم تو قسمت دوم قرار گرفته کاملا، یعنی از ریشه دیگه فرق میکنه قضیه. همین به نظرم کافی بود. این یک. موسیقی ایران رو هم اشاره کردم بهتون که در چه نزدیکی با این قضیه داره، و نوت شاهدی که ما تو موسیقی ایران داریم، یکی از مشخصه های هارمونی مودال وجود همین نوت مشخصه است که در ادامه خواهم گفت داستانش چیست. و تفاوت بین مودالیته و تونالیته چیه؟ من خب قبلا راجع به این چون ویدیو تهیه کردم، ولی اجازه بدید در حد خلاصه من یه اشاره مجدد بکنم، چون اصل قضیه اونه. شما اگه اونو متوجه نشین بقیه داستان دیگه زیاد جذاب نیست. این وقتی من میگم مودالیته و تونالیته، یعنی دارم ارزش قائل میشم به مود یا به تون. تون یعنی چی؟ یعنی که من میام یه مودای مختلف خیلی زیاده، ما 7 تا مود معروف داریم که من راجع به اینها ویدیو تهیه کردم و حال هواشو گفتم، کدوم شاده، کدوم خیلی شاده، کدوم خیلی تیره است، و میام ویدیو 20 دقیقه است به نظرم. آیونیان که همون ماژوره، دوریان، فریجیان، لیدیان، میکسولیدیان، ایولیان که همون مینور هست، مینور تئوریک، و لوکریان. این 7 تا رو داریم. یه دوره‌ای که خب قبل از موسیقی تونال اومدن گفتن آه این خیلی شلوغ پلوغه، به لحاظ تاریخی این قدمت داره ها، این اصیل تره، همونجور که موسیقی ما به این حالت نزدیک تره و موسیقی ما خیلی قدمت داره، و گفتن آه اینا ولش کن، از اینا دوتاشو نگه داریم، یکی ایونیان بود که اسمشو گذاشتم ماژور، و یکی هم ایولیان بود که اسمشو گذاشتم مینور. تازه گفتن این مینور هم زیاد همچین جذاب نیست، بیاییم درجه هفتمشو یه نیم پرده بریم بالا، اسمشو بذاریم مینور هارمونیک، و
و بعد اصلا از خود این استفاده نکنیم، از حالت تغییر شکل یافته این استفاده کنیم. حالت فریژیان هم یک مقداری دووم آورد اون اولا، بعد اینم فراموش شد. پس ما از بین این مودها فقط دو تاشو حفظ میکنیم، مینور، هارمونیک، تازه جزء اینا نیست، و ماژور. بعد دیگه فقط با نوت ابتدا بازی میکنیم، مثلا دو ماژور، سول ماژور، بعد لا مینور، دایره پنجم ها. این میرین نوت اولش فرق میکنه. سول ماژور با دو ماژور مود یکسانی دارن، هر دوتاشون مودشون ماژوره، ولی نوت ابتدایی تونیکشون فرق میکنه، پس تونالیته های متفاوت دارن. یکی از دو ماژوره، یکی از سول ماژوره، ولی توالی بین پرده ها و نیم پرده ها از نوت ابتدایی در این دوتا تغییر نکرد. حالا شما اگر از دو ماژور به دو مینور برید، این دفعه تونالیتتون رو ثابت نگه داشتید، نوت تونیکتون رو، ولی توالی یک پرده نیم پرده هاتون عوض کرد، مود آهنگ رو به مینور تبدیلش کرد. حالا اگر دو ماژور به لا مینور بریم، مودولاسیون بکنیم، خب اینجا شما هم تونالیتتون رو عوض کردین، هم مودالیتتون رو عوض کردین. ولی نکته اینجاست که در موسیقی تونال ما فقط دوتا مود بیشتر نداریم، داریم با تونالیته ها بازی میکنیم. در موسیقی مودال ما اتفاقا با مودهای مختلف داریم کار میکنیم. در این قطعه کلیسای غرق شده که من عرض کردم، یادم نیست بودن 15 تا نمیدونم 16 تا مود مختلف استفاده کرده دبوسی، در حالی که در موسیقی تونال فقط مینور و فقط ماژور است. در نتیجه ما در موسیقی تونال گوش ما دیگه به مینور ماژور عادت کرد. آهنگساز زیاد سختی نمیکشه که به من مود آهنگ رو گوش زد کنه، برای من مود آهنگ رو جا بندازه، چون من میدونم یا ماژور یا مینوره. اما در موسیقی مودال خب مودهای متفاوت داریم، خیلی هم سخته درک تفاوت بین اینا. شما باید بتونید به عنوان کسی که داره قطعه رو می‌نویسه، فریژیان و دوریان و اینا که استفاده کردید تو قطعتون، خب اینو باید بتونید برای شنونده خوب جا بندازید تا حال و هوای موسیقی مودال رو ایجاد بکنید. درنه شما یک سری خصوصیاتی در موسیقی تونال داریم که باید سعی کنیم از اونو استفاده نکنیم، چون اگه از اونو استفاده بکنیم حال و هوای موسیقی تونال رو بشنم. ما دنبال این هستیم یک هارمونی بنویسیم که دیگه حال و هوای موسیقی تونال نداشته باشه، ولی با شنونده روبرو هستیم که اتفاقا گوشش با موسیقی تونال آشناست، و این یک دشواری برای ماست که همه نکاتی که اینجا عرض خواهم کرد در این راستا هستن معنا پیدا میکنه. پس تفاوت مودالیته و تونالیته رو مثلا شما میتونین شور لا بنویسین یا شور سول بنویسین، هر جفت اینا شورن ولی دارای تونالیته های متفاوتی هستن. حالا شما میتونین از شور برید به چارگاه، اصلا کاملا دوتا مود متفاوت رو شما در مسئلتون ایجاد کردید. این از این داستان، فکر کنم دیگه روشن شد قضیه، خیلی ساده تر از اون چیزیست که اسامی نشون میدن. و من اتفاقا ویدیوهای متعددی تهیه کردم، هند و چین و پاکستان و نمیدونم ترکیه و اعراب و اینها، مودهای مورد استفاده در این کشورها رو معرفی کردم. نشون اگه اون مجموعه ویدیوهای موسیقی ملل رو ببینید کاملا میفهمید که این مودهایی که الان من دارم میگم تو کشورهای مختلف چگونه هستن و به چه شکلی هست، شباهتاش یه تکون رو به پرده داره کدوم نداره، گام پنتاتونیک رو اونجا گفتم و موارد دیگه. پس نکته خیلی مهم اینه که این دو تا از هم کاملا متفاوت هستن، و یه تفاوتی که توی جایی که این تفاوت خودشون نشون میده تو توالی آکورد است. شما خیلی تاکید میکنیم که تو هارمونی فقط ما به رابطه عمودی نوت ها توجه نمی کنیم، بلکه به پیوند آکورد ها و توالی آکورد ها هم توجه می کنیم. خب در اینجا دیگه من اون از اون کورد پروگرشنی که توالی آکورد هایی که در موسیقی تونال من اصلا دیگه ویدیو خاصی براش نوشتم، یه دیاگرامی کشیدم و اینا، از اون پای کیبورد اصلا اجرا کردم، از اونها دیگه حق ندارید استفاده، اونها رو بریزین دور. اگه از اونها استفاده کنید به شنونده حال و هوای موسیقی تونال ایجاد کردید که ما نمیخوایم این کارو کنیم، نمیخوایم بکنیم. موتای گام ماژور رو که اشاره کردم بهتون و اینکه کدوم غمگین، اینو حتما اون ویدیو رو نگاهی بکنید. اون چیزی که باعث ایجاد حال و هوا میشه، باعث ایجاد کشش میشه، من اینم تو موسیقی ملل هم اشاره کردم، یک دوم پرده است. شما از گام تمام پرده ای میتونی استفاده کنی، یه گام خیلی معروفی است که توان دبوسی هم خیلی ازش استفاده میکنه. همه نوت ها فاصله شون از هم یک پرده است، هم نیم پرده نداریم کلهم در داخلش. نمیدونم، حالا خودتون قضاوت کنید، یه مقدار حال و هوای خیلی بی رمق و بی حال، چون همه یک پرده ای هم با هم، شاید من یه ویدیو راجع به اون فقط تهیه کردم، زیاد حال و هوای جلب کشش ایجاد نمیکنه. ولی وقتی نیم پرده وارد میشه، یک جای فشرده میشن، یک جای باز میشن، این کنتراستی که بین پرده و نیم پرده در یک گام ایجاد میشه، این باعث ایجاد اون
حالت دراماتیک در قطعه میشه که ما میخوایم بنویسیم. حالا بستگی داره یک دوم پرده کجا باشه. و خب شما میتونید دو ره می فا سولا سی بنویسید. خب پرده پرده نیم پرده میدونید دیگه. اگه از همین از درجه دوم شروع کنید میشه پرده نیم پرده. نیم پرده یه دونه میاد جلوتر. بستگی از کجا به کجا، از دو تا دو، از ره تا ره، از می تا می، این جای اون نیم پرده ها نسبت به نوت ریشه، نوت اول عوض میشه. و این بخاطر این حال و هوای غمگین، شاد، تیره، خیلی غمگین، خیلی تیره اون ایجاد میکنه اصلا. پس کل داستان ما یک دومه. حالا بماند که در موسیقی ترک یک هشتم پرده، موسیقی ایران عرب یک چهارم پرده وارد میشه. و خب این کشش هایی که ایجاد میشه اینجا باید بحث بشه راجعش. ولی به نظرم اول ما باید اینها رو یاد بگیریم و بعد بریم اون یک قبل از رسیدن به، نمیشه که شما از 8 رد نشید به 9 برسید. نمیشه که اول باید 8 رد کنیم به 9 برسید. در نتیجه ما اول با اینها رو خوب یاد بگیریم و بعد وارد بحث هارمونی مودال موسیقی ایرانی بشیم. این مقدمه بود تا در مورد این داستان. حالا میتونیم هارمونی تونال یه مرور خیلی سریع بکنیم که وقتی من میگم هارمونی تونال یعنی چه خصوصیاتی مد نظرم هست. یکی اینکه اول مهمترین خصوصیت موسیقی تونال اینه که یک تون وجود داره، یک تونیک وجود داره، یه نوتی هست که شدیداً جاذبه داره، همه چیز رو به سمت خودش میکشه، بهش میگن تونال سنتر، مرکز تونال، یا گراویتی سنتر، مثل زمین که همه چیز رو داره به سمت خودش میکشه، یا مثل چه میدونم خورشید که همه سیاره ها رو داره به سمت خودش میکشه. نوت تونیک در موسیقی هارمونی تونال یک جاذبه بسیار قوی از اطراف داره که نوت ها رو به سمت خودش، بهش میگن مرکز ثقل، گراویتی سنتر، یا بهش میگن مرکز تونال، این اسامی مختلف بشه. این هارمونی تونال یک پس یه سرور هست اونجا، یک مرکز هست. حالا سایر نوت های یک گام دارای فانکشن های مختلف یا فانکسیون های مختلف هستند. فانکسیون در یعنی نقش دارای وظایف متفاوتی هستند. به خاطر اون هارمونی که بر این اساس نوشته بشه میگن بهش میگن هارمونی فانکشنال یا بر اساس فانکسیون درجات، نقش درجات مختلف. و حالا اینجا تمام دستبندی هم میکنیم. پس نقش درجات مطرح میشه، حل شدن نوت ها و آکورد ها به سمت یک نوت دیگری مطرح میشه، کادانس ها مطرح میشه تو اینجا. و دایره پنجم ها چه نقش مهمی در موسیقی تونال داره که من تو مثلا حتی آکورد پروگرشن های توالی آکورد هایی که بر اساس دایره پنجم ها معروف ایجاد میشه رو خیلی تو قطعات کلاسیک و غیر کلاسیک و جدید و اینا ازش استفاده میشه. مثلا فرض کنید شما می مینور داری، لا مینور، ر مینور، سول ماژور، دو ماژور، مثلا چنین در گام دو ماژور دارم میگه، یا چنین توالی دارید شما نگاه میکنید می مینور، حالا مینور ماژورش مثلا من کار ندارم، می لا ر سول دو، خب اینا دقیقا همسایه ها در دایره پنجم هستن دیگه. از دو شروع میکنید، 5 تا میریم جلو سول، 5 تا میریم جلو ر، 5 تا جلو لا، 5 تا می. حالا من دارم عکس حرکت میکنم، ببین می لا ر سول دو، همه اینها بر اساس هارمونی موسیقی تونال نوشته شده. به قطعات بسیار زیادی میتونید اینو ببینید حتی در موسیقی جدیدتر. و تنها دو تا مود بیشتر نداره، مینور هارمونیک و ماژور، و درجات مختلف به سه قسمت تقسیم بند. این تقسیم بندی که من اینجا دو تیکه کردم این برای موسیقی موداله، شبیه این اینجا به سه قسمت، سه دسته تقسیم میشه. اینا همش تو ویدیوهای من هستا. یکی تونیک که حالت حس خانه رفتن، حس به آرامش رسیدن، انگار من مثال میدادم انگار اومدین روی کاناپه مثلا دراز کشید یه چایی دارید میخونید بعد از یک روز طولانی، چنین حالتی داره. نمایان یا دامینن که کشش داره به سمت تونیک، جذب میشه به سمت تونیک. و زیر نمایان ساب دامینن که اینی هم کشش داره، کشش ضعیف‌تر به سمت دامینن معمولا و از دامینن به سمت تونیک. این توالی اینجوری معمولا چیده میشه و این حال و هوایی است که در موسیقی تونال داریم. حالا بریم ببینیم این بر چه خبره. در موسیقی مودال شما دیگه چیزی که ندارید کشش و جاذبه است. البته که آکورد روی درجه اول خیلی مهمه، چون در نتیجه اگه خوب دقت نکنید این مودها از هم تفکیک نمیشن. حالا خواهم گفت چگونه از هم تفکیک باید بدیم اینا رو، اون قسمت بعدی است. ولی آکوردهایی که در موسیقی مودال استفاده میشه و دقیقا همون آکوردهایی است که تو تونال، یعنی مثلا کاری نوع اسم آکورد همونه ولی اون حال و هوای تونال با حال و هوای مودال فرق میکنه، خواهم گفت در ادامه. ولی این آکوردها نقش بالا پایین ندارن، مثل اون چیزی که در موسیقی تونال ما درجه بندی میکنیم، این آرامش، کشش، کمی کشش،
این به سمت این میره، این به سمت اون میره، دارم نقش تعریف میکنم برای درجات مختلف. در اینجا آکوردهای مختلف هویت مستقلی برای خودشون داره و تقریبا میشه گفت که آکوردها بیش از اینکه دارای نقش باشن نسبت به هم خیلی برابرند و اینها رو باید شما بتونید در کنار هم به جوری استفاده کنید که دیگه حال و هوای تونال نده بریم. حالا در ادامه خواهم گفت. پس کشش و جاذبه نداریم، آکوردها تقریبا با هم یکی هستن. نوت ریشه خیلی مهمه، همون نقشی که شاهد در نوت شاهد در موسیقی ایران داره باید اینجا باشه، یعنی باید مکررا شنیده بشه تا من به عنوانش به شنونده بتونم القا کنم که تو مود فریژیان هستن. بعد ممکنه سه میزان بعد حتما توصیه میکنم کلیسای غرق شده رو ببینید تا عملا متوجه بشید موسیقی مودال یعنی چی. تا سه میزان بعد که رفتم مثلا به دوریم این تفاوت رو حس بکنه، ولی اگر این کار ما نکنیم اصلا ممکنه با ماژور و مینور اشتباه بگیره، چون خیلی اینا با هم شبیه اند، یعنی یه نوت مثلا فرق داره، این یه نوت اکثرشون یه نوت یکیش دو تا نوت فرق داره. من چون اگر اینا رو ما خوب نتونیم جا بندازیم و همون حال هوای ماژور مینوری که تو موسیقی تونال داریم و ایجاد کنیم، پس نوت ریشه باید مکررن شنیده بشه یا نوت شاهد باید شنیده بشه. آکوردها خیلی شناور هستند برعکس موسیقی تونال که کاملا قواعد اینها رو به هم گره زده، توالی اینها رو تعریف کرده. حل شدنی که در موسیقی تونال شما میشناسید دیگه اینجا وجود نداره. از یه جهت هویت مستقل دارن، از یه طرف خیلی شناور هستن آکوردها. ترتیبشون دیگه اون اهمیتی که ما تو این قسمت تونال داشتیم، ترتیب آکوردها این اهمیت رو نداره. نکته مهم از تریتون باید خودداری کنید شدیداً. تریتون فاصله ایست که من راجبش توی کنترپوان هم خیلی صحبت کردم و در این هارمونی گفتیم که نباید باشه و اینا کار نداره. تریتون علت این که اینجا نباید استفاده بشه، خب در گام ماژور شما فاصله بین فا و سی سه پرده است. تریتون فاصله سه پرده ای رو میگن، 6 نیم پرده ای رو میگن، که این فاصله تریتون یا به بیرون حل میشه یا به داخل حل میشه. اگه قرار باشه به داخل حل بشه، نوت مثلا جنش فا به سمت سول میره، سی به سمت دو میره، آکورد دو ماژور رو برای من تداعی میکنه و این انگاری که نوت تونیک من دوه و من به دو ماژور میرسم، در صورتی نمیخوام این کارو بکنم. در نتیجه تا جایی که ممکن هست از تریتون دوری کنید. در این داستانی که حالا در ادامه اتفاقا اینو باز اشاره خواهم کرد کدومی که از این آکوردها حاوی تریتون هست. نوت مشخصه بسیار تکرار بشه، پس یه نوت ریشه داشتم که تکرار کنین و یکی هم در نوت مشخصه باید. نوت مشخصه چیه؟ اون ادامه خواهم گفت، ولی نوتی است که باعث ایجاد تفاوت بین مودهای مختلف میشه. شما مثلا اگر دوریان ره بخواین بنویسین و ره مینور بنویسین، خب یه نوت اینا با هم دیگه فرق دارن. اون یه نوتی که آلتره میشه یا علامت‌های عرضی میخوره جابجا میشه به اون نوت میگن نوت مشخصه، چون اگه اون نوت نباشه شما همون حالوای مینور یا ماژور بهتون دست میده. چی باعث ایجاد شخصیت دوریان میشه؟ اون نوته که تفاوت ایجاد کرد. درجه این و خیلی باید روی این نوت تأکید خاصی بذارید تا این حال و هوای مودال بودن موسیقی در قیاس با تونال ایجاد بشه. زیاد تغییر دادن آکوردها جذاب نیست. ببین اینجا ما خب سه تا آکورد تعریف می‌کنیم، سه جور، اینجا دو جور ایجاد می‌کنیم. به نظر میرسه به جای اینکه شما فقط موداتون رو فیکس کنین، ماژور، مینور و هی آکورد عوض کنین اونجا، به جای این کار بهتره آکوردها خیلی عوض نشن، در عوض مودها هی عوض بشن و از آکوردهای کمی پیچیده استفاده کنیم. مثلا آکورد ساس 2، ساس 4 و یا آکوردهای توسعه یافته، گسترش یافته که خوشبختانه من در مورد همه اینا ویدیو تهیه کردم. مخصوصا آکورد نهم، ساس 2 و ساس 4. ساس 2 و ساس 4 که اینورژن همن، حالا کاری بهش نداره. مثلا تو موسیقی ایران هم خیلی از این آکوردهای ساس اینا استفاده میشن. بمارم. ولی این به جای اینکه از تعداد آکوردهای متغیر استفاده کنین، آکوردها تعدادش کم، مودهای متفاوت و شکل‌های کمی پیچیده‌تر و مواردی که گفتم. یکی از مواردی که شما میتونید یک نوتو هی تکرار کنین استفاده از نوت پداله. من در مورد نوت پدال هم ویدیو تهیه کردم و اینها من توصیه میکنم اون هارمونی عمومی منو اگر ببینید یه مقدار، خب این مباحث دیگه خیلی پیشرفته این موسیقی سی موارد، ولی نوت پدال نوتیه که تکرار میشه. توی تحلیل هارمونی و اینها هم اشاره کردم به اینجوری تکرار تو هر میزان هست. خب این خیلی کمک میکنه به شما که وقتی اون نوت پدال شما اون نوت تغییر یافته باشه، نوت مشخصه باشه یا نوت ریشه باشه، خیلی برای القای حال و هوای مودال به موسیقی شما و تغییر ذهنیت شنونده از موسیقی تونال به مودال کمکتون میکنه.
خیلی باید احتیاط کنیم در استفاده از آکورد ها. اگه آکورد های اشتباه استفاده کنیم، من ذهن شنونده میره به سمت موسیقی. اشتباه یعنی اونی که تریتون داشته باشه که گفتم چه حالتی ایجاد میشه، و یا اینکه اون نوت مشخصه، نوت ریشه توش نباشه. خیلی اکیداً توصیه میکنم، حتی اگه من وقت نکردم، شما خودتون برید نوتا رو دانلود کنید، نوت قطعات دبوسی و اینا رو دانلود کنید، گوش بدین دیگه، ببینین چه جوری اینا استفاده میکنن از این مواردی که من اشاره کردم. دیگه حتی ممکنه حالت مینور ماژور نسبی رو بده، یعنی شما یه نوت فرق داره، کافیه فقط این یه نوت، مثلا شما دوریان ره با ری مینور یه نوت فرق داره، شما اگه اون یه نوت رو توجه نکنیم بهش، یا از توالی آکوردهایی که مثل تونال هست استفاده کنیم، طرف فکر میکنه شما تو مینور هستی، مثلا تو دوریان نیستی. ما اینو نمیخوایم، یعنی میخواستیم تو مینور باشه، اینو میرفتیم تونال مینوشتیم. آکورد تونیک بیشتر استفاده بشه و سعی کنین اول آکورد تونیک رو بنوازید. در موسیقی تونال هم اینو میگیم، یعنی شما اگر در ابتدای قطعه موسیقی از آکورد روی درجه یک استفاده کنید خب بهتره، ولی خب اونجا باید چون شنونده ذهنش آشناتره، اگر نکنید هم چندان مشکلی جاری، اینجا حتما توصیه میکنید در ابتدا از آکورد رو درجه یک ایجاد کنید که اون حال هوای از اون حال و هوا بتونین استفاده بکنید. و این تکراری هم که خیلی هی میگم تکرار کنین، اصلا یه اسم داره بهش میگن استیناتو، ایتالیایی احتمالا مثلا، یعنی که یه فریز، یه ریتم، یه چیزی رو در موسیقی وقتی خیلی تکرار کنید بهش میگن استیناتو. یعنی استیناتو یکی از بخش‌های خیلی مهم در موسیقی مودال هست. از کادانس‌های رایج در تونال به شدت پرهیز کنید. اتفاقا کادانس‌های یه مفهومی در موسیقی تونال هست به نام کلیشه کادانس. کلیشه کادانس یعنی دیگه ما معمولا از پنج میایم به یک دیگه تمام. خب حالا داریم انواع کادانس داریم ما، ولی خب این انقدر دیگه تکراری شده، کلیشه‌ای شده، نکنید این کارو. یعنی به هیچ وجه از پنج به یک نیایید و هر چیزی که این حال و هوا رو به شما بده رو به هیچ وجه استفاده نکنید، چون شدیداً موسیقی شما حال و هوای تونال پیدا می‌کنه. و همین. حالا دو تا مشخصه رو با هم یه مرور کنیم. من دوریان اون پنج تایی که کمتر بهش توجه میشه و نقل از اون کتاب گام های گم شده از حنانه بزرگوار، ایشون هم دقیقا همین لغت رو استفاده کرده، من میگم مودهای گم شده ای که دیگه بهشون کمتر، تا البته الان دیگه خب خیلی جدیدن در موسیقی قرن حاضر خیلی به اینا توجه میشه، ولی دوریان، فریژیان، لیدیان، میکسولیدیان و لوکریان هست. این اولی و ششمی که مینور و ماژور هستند رو من استفاده نکردم، ننوشتم اونجا. خب ببینیم تفاوتش چیه. دوریان ره، هر کدوم از اینا رو ر و می و فا سول لا سی که می‌بینید بر اساس همین درجه نوشتم. این دوریان رو درجه دوم دو ماژور ساخته میشه که ره هست، این میه، این فا، این سوله، این لا رو که گفتیم لا مینور ما کاری بهش نداریم، و اونم میشه سی. پس لوکریان سی هست اینجا. شما باید نگاه کنید ببینید نزدیکترین گام ماژور و مینوری که به اینها وجود داره در چند تا نوت با هم، در چه نوتی با اینا متفاوته. مثلا دوریان ر با ر مینور مقایسه کنید، ر مینور به دایره پنجم ها مراجعه کنید، گامی است که درش نوت سی بموله در ر مینور. خب ولی ما وقتی داریم اینجا بر اساس نوت ها می نویسیم، همه دو ر می فا سول لا سی بلد به کار هستند و بر اساس نوت های سفید پیانو هست. در نتیجه من توی دوریان ر از ر تا ر به صورت به کار میرم، اما در ر مینور از ر تا ر میرم که در نوت سی درش بموله. پس من اگه سی بمول تبدیل به سی به کار بکنم، از ر مینور به دوریان ر تبدیل شدم. حالا نوت سی درجه چندم گام دوریان ر هست؟ ر می فا سول لا سی. پس اگر درجه ششم گام مینور من به اندازه نیم پرده دیز دار کنم، یعنی ببرم به سمت بالا، خب سخت سی بمول شما سی میکنید یعنی چی؟ یعنی نیم پرده آلترا میکنید به سمت بالا، من به دوریان ر میرسم. پس درجه ششم گام دوریان درجه مشخصه اون هست که باعث ایجاد تفاوت نسبت به مینور میشه و من باید رو اون توجه خاصی بکنم. بعدی فریژیان می هست که خواهد با می مینور مقایسه بکنم، دایره پنجم ها می مینور فا درش دیز، و اینجا من همه این اوتام بکارم. پس اگر من فا دیز رو تبدیل به فا بکنم، از می مینور به فریژیان می تبدیل کردم، مثل کاری که توی شور میکنیم درجه دوم که در اینجا فا هست و کروندار میکنیم، ولی اینجا ما بمولدار کردیم به جای یک چهارم پرده یک دو. وقتی هم میگیم اگه بخوایم تامپره شده شور رو شما بخواییم ببینید چی هست، همین فریژیان خواهد شد. پس درجه دوم گام فریژیان
نوت مشخصه اون هست که باعث ایجاد تفاوت نسبت به مینور خواهد شد. لیدین فا با فا ماژور اگه مقایسه بکنیم، در فا ماژور مجدداً سی درش بموله، ولی در لیدین فا همه نوتای ما بکاره. پس اگه من سی بمول سی بکنم به لیدین خواهم رسید. حالا سی نوت درجه چند فاه؟ فا سول لا سی چهارم. پس درجه چهارم گام لیدین نوت مشخصش هست که باعث ایجاد تفاوت نسبت ماژور میشه. میکسو لیدین سول با سول ماژور اگه مقایسه بشه، درجه سول ماژور به دایره پنجم هم مراجعه کنی، فا درش دیز، و اگه من فا رو دیز و فا بکنم در اون صورت به میکسو لیدین به کارش بکنم خواهم رسید. پس فا درجه چندم نوت سوله، سول گام سول ماژوره، هفتم دیگه. پس نوت مشخصه میکسو لیدین درجه هفتم گامش هست. و البته لوکریان سی که با سی مینور اگه مقایسه بشه، در سی مینور دو و فا دیزند، در نتیجه اگه هر جفتش به کار بشن درجه پنجم و درجه دوم، ببین دو میشه درجه دوم، سی دو، سی دو ره می فا درجه پنجم هست. درجه دوم و پنجم لوکریان نوت‌های مشخصش هستن که باعث ایجاد تفاوت نسبت به سی مینور میشن. پس من یه جا دیز کردم، یه دونه بمول دیز، بمول دو تا دیز، و نوت های هم دیگرم سی بود، فا بود، سی بود، فا بود، فا و دو. این سی و فا همون دو نوتی هستن که فاصله تریتون دارن، از همون فا و سی دو نوتی هستن که فاصله تریتون دارن، از اونو دارم من خرابش میکنم، دارم اون فاصله رو یا دیز دار میکنم یا بمول دار میکنم که این فاصله تریتون رو بشکنم. به خاطر همون ما تاکید میکنیم که از تریتون استفاده نکنید در موسیقی مودالی که اینجا داره. اینا نوت هایی هستن درجه ششم، دوم، چهارم، هفتم، پنجم و دوم. تقریبا همه نوت ها اینجا هستن دیگه. و ما اینا رو مشخص داشتیم. حالا آکورد ها ببینیم چگونه است. داستان برمیگرده به اینکه شما در گام دو ماژور روی درجات مختلف سری آکوردهایی دارید. اینا رو میدونید دیگه. من دیگه تکرار نکنم. قبلا گفته ولی اینجا خلاصش آوردم. آکوردی که درجه یک ساخته میشه آکورد ماژور، یعنی 4 نیم پرده، 3 نیم پرده. آکورد ساخته شده درجه دو مینوره، یعنی سه نیم پرده، چهار نیم پرده. آکورد درجه سه مینوره مجددا، آکورد درجه چهار ماژوره، آکورد درجه پنج ماژوره، آکورد درجه شش مینوره، لا مینور دیگه مثلا تو دو ماژور لا مینور، و آکورد درجه هفت آکورد کاسته است، یعنی سه نیم پرده، سه نیم پرده، که در هارمونی خیلی به اون اشاره میکنن که با احتیاط استفاده بکنین از اون و اینا. نکته اینجاست که من نوت شروع هم عوض کردم، یعنی این پترن و این کانفیگوریشن رو من عوض نکردم، فقط نوت ابتدایی رو عوض کردم. یعنی من اگه دوریان میخوام بنویسم از اینجا شروع میکنم. پس نو این شماره دو میشه نوت درجه یک. پس این پایینی که میدونید دوریانه، درجه یک دوریان مینوره، درجه سه بالایی که میشه درجه دوی پایینی، فقط اینجوریه دیگه. این داره میره اینجا، این داره میره اینجا، این حالت رو دارم انجام میدم، در دوریان البته دارم عرض میکنم. پس به جایی که ماژور مینور مینور ماژور ماژور مینور کاسته باشه، تبدیل شده به مینور مینور ماژور ماژور مینور کاسته ماژور. مثلا اصلا آکورد رو درجه 7 قبلا کاسته بود، الان آکورد درجه 7 شده ماژور. اینجا اصلا درجه 6 کاسته است، بالا مینور بود، اصلا اولی قبلا ماژور بود الان مینور شده. خب مینور این حال هوای غمگین تر داره، پس اون حال هوایی که با دوریان میشه ایجاد کرد متفاوته با ماژور، با اینکه نوت‌های تشکیل دهندش کپی همه، یعنی همون نوت‌های دور می فا سول لا سی هم هستن، ولی حال هوا متفاوت. پس اینجا هستش که من بحث تفاوت در مودالیته و تونالیته رو مطرح می‌کنم، که این قواعدی که من این همینجا گفتم به خاطر همین بود که شما این حال هوا رو بتونید مطرح بکنید، چون فقط نوت‌ها مهم نیستن. خیلی تاکید کردم، گفتم شما حتی میتونید تو یک مود یکسان با نوت‌های حتی مود یکسان، اینکه مودش هم مثلا متفاوته، در یک مود یکسان هم گردش ملودی های متفاوتی داشته باشه، حالت بلوز بده یا حالت موسیقی هندی بده یا موسیقی ژاپنی بده. ولی اینجا که حتی مودها هم عوض شدن، با اینکه نوت های ثابت هستن ولی مودها عوض شد. پس این نکته اینجا فقط سایر موارد هم خودتون بنویسید. اون 5 تایی که من یکیشو نوشتم، اون 4 تای مابقی مینور هم که بلدین دیگه، اصولا مینور تئوریکا، اون چیزی که معمولا تو موسیقی تونال استفاده میشه، چون مینور هارمونیکه فرق میکنه. شما حتی اینم به نظرم میتونید جزء اینا بیارید. این ایولیانی که اینجا میبینید اونی نیست که ما، مینوری نیست که ما استفاده میکنیم در موسیقی تونال، خود این جدیده، یعنی یه نوت متفاوت داره با آن چیز. ولی خب معمولا این 5 تا رو به عنوان
مواردی که کمتر بهش توجه شده بهش میپردازیم. پس این نکته اینجاست که آکوردها همون آکوردها هستن، فقط جابجا میشن. اینجا یکی از این ور بردارین بذارین اینور و بقیه موارد هم جدول درست کنین، سعی کنین خودتون بنویسین. اما در اینجا ما دستبندیمون دو جور، شبیه دستبندی که اینجا اشاره کردم، میگوییم ما آکورد هامون یا از نوع تونیک مودال هستن، نمیگم تونیک چون بگم تونیک همین شبیه این میشه، میگم تونیک مودال، یا از نوع کادانس مودال هستن. یعنی چی؟ نگوییم آکورد درجه 31 3 و 6 اینها از نوع تونیک مودال هستن. چرا؟ آکورد ره مینور توی دوریان ره هم دارم می‌نویسم، شبیه این کاری که من می‌کنم و شما برای فریجیان، لیدیان، میکسولیدیان همه اینا رو می‌تونید انجام بدید. دیگه واقعا فکر کنم نیازی هم نبود، من خودت تمرین خوب کنجکاوی کنید در اون. من تو دوریان ره دارم می‌نویسم، آکورد درجه یک چی میشه؟ خب میشه ره مینور دیگه. این آکورد میشه ره مینور. حالا من ره مینور 7 نوشتم، از آکوردهای گفتم توسعه یافته بهتره. ما در موسیقی تونال آکورد درجه پنجم رو معمولا توسعه یافته هفتم است. خب میشه واسه، ولی اون خیلی مرسومه که آکورد درجه پنجم از نوع هفتم باشه. ولی اینجا من همه رو از نوع هفتم نوشتم. آکورد ساخته شده روی درجه یک میشه ر مینور از نوع هفت. نوتای ر مینور هفتم چیه؟ ر هست، می رو میپریم فا، سولو میپریم لا و بعد سی رو میپریم دو. همشون هم بکارن دیگه، چون ما دو قرارشو ر می فا سول لا سی دو ر باشه دیگه، بکارن همشون دوریان ر. و آکورد درجه سوم چیه؟ میشه فا ماژور دیگه، این میشه ر می فا، فا ماژور از نوع هفتم دوباره فا سول لا سی دو ر می. و آکورد درجه ششم چیه؟ آکورد درجه ششم ر می فا سول لا سی، پس میشه سی درجه ششم از نوع کاسته هم هست، همونجوری که مشخصه از نوع کاسته است. پس اگه من بخوام بنویسم آکورد کاسته رو، یا باید دیمینیشت بنویسم، یا باید بنویسم سی دو رو بپرم ر، می رو بپرم فا، فا سولو بپرم لا، سی ر فا لا. این آکورد کاسته. این میشه اینجوری هم نوشت که بگم سی مینور از نوع هفتم که درجه پنجمش بمول شده باشه. خب آکوردی که درجه آکورد مینوری که درجه پنجمش بمول شده باشه همون آکورد کاسته است دیگه. این حالا همینجور نوشتم برای اینکه چیز خاصی نیست اصلا. یعنی ما تو مینور فاصله مون 3 و 4، مگه اون 4 رو نیم پرده بیارم پایین میشه 3 3، پس این میشه آکورد کاسته که حاوی یک فاصله تریتون است. کجا؟ ببین از فا تا سی، این دوتا نوت فا و سی رو حواستون باشه. این فاصله وقتی دیدین دوتا نوت رو، یعنی این تریتون، این جزء خط قرمزای ماست. و من گفتم بهتره در هارمونی مودال از این آکورد شما استفاده نکنید، چون حال و هوای موسیقی تونال رو برای شما زنده خواهد کرد. این از این ستا. حالا چرا به این ستا من میگم تونال از یک جنسن؟ چرا توی خانواده هستن؟ فقط اگه نگاه کنید اینجا من لا دو و فا لا دو دارم، این ستا رو نمیدونم، فا لا دو، فا لا دو دارم، سه تا نوت مشترک دارم. آکوردهایی که داره نوت‌های مشترک باشن هم از یک خانواده در نظر بگیرید. حتی این سبا میرم نگاه کنید، لا فاره، لا فاره، یعنی ستای اول اونجا هست و ستای دوم هم اینجا هست. پس این ستا آکوردی که میبینید دارای سه نوت مشترک با آکورد ریشه من هستم. به خاطر همون میتونم به عنوان آکورد تونیک مودال در نظر گرفته بشه وقتی کادانس مودال داره انجام میشه. و این سومی رو که گفتم چون حاوی تریتون هست بهتر ازش استفاده نکنید که اون حال و هوای تونال نده. اما اون مابقی که دوم، چهارم، پنجم و هفتم هستند، اینها خب فرق میکنن. حالا نوتاشو نگاه کنیم با هم. درجه دوم میشه ر می، می مینور، مینور هست دیگه، می مینور هفت میشه می فا سول لا سی دو ر. این آکورد درجه دوم. آکورد درجه چهارم ر می فا سول، سول ماژور باید نوشته بشه، سول ماژور هفت میشه سول لا سی دو ر می فا. آکورد درجه پنج ر می فا سول لا، لا مینور، لا مینور هفت باید نوشته بشه، لا سی دو ر می فا سول. و آکورد درجه هفت که ر می فا سول لا سی دو هست، ماژور باید نوشته بشه، دو ماژور هفت میشه دو ر می فا سول لا سی. اولا به نوت‌های نوت مشخصه دقت کنید. من به شما گفتم در دوریان درجه ششم نوت مشخص است. خب در دوریان ر میشه ر می فا سول لا سی.
نوت سی رو دقت کنید اینجا من دورش کشیدم. سی اینجا هم هست، اینجا هم هست. این هم اتفاقا سی داره. ولی الان خواهم گفت چرا ما از این دوتا چندان استفاده نمی کنیم. و از این دوتا استفاده می‌کنیم. خوبی استفاده از این دوتا اینه که حاوی نوت مشخصه من هستن. و اون حال و هوای موسیقی مودال و تفاوت در مودالیته رو برای من اجرا می‌کنن. یعنی تو اینجا شما نوت سی نمی‌بینید. این سومین نوت سی داره که گفتیم چون تریتون داره استفاده نکنین ازش. در اینکه تو این دوتا من میتونم حال و هوای نوت ریشه رو برسونم، تونیکم دیگه، تونیک مودالم. با این دوتا که درجه دوم و درجه هفتم هستن میتونم حال و هوای نوت مشخصم رو بیان بکنم. و ولی این دوتای وسط چه ایرادی دارن؟ این درجه پنجم رو که بهتر استفاده نکنید. چرا؟ چون حال و هوای تونال میده. اصلا کلیشه کادانسی که اینجا به شما گفتم به خاطر نقش بسیار پررنگی که درجه پنجم در موسیقی تونال داره. اگه شما از 5 به 1 برید همون کلیشه کادانس میشه. کاملا حال و هوای پس استفاده از این 5 مرسوم نیست چون شبیه توناله. حداقل به این شکلی که نوشتم مرسوم نیست. شما میتونید خب اینو عوضش کنید، از شکل ساس 2، ساس 4 یا از نوع گسترش یافته استفاده کنید. از نوع گسترش یافته درجه، از نوع آکورد نهم. چرا هفتم نه؟ به خاطر اینکه ما در موسیقی تونال اتفاقا درجه پنجم از نوع هفتم می استفاده میکنیم. در این شما اگر درجه پنجم از نوع هفتم، من لا مینور 7 اینجا نوشتم، مگه از این استفاده کنیم؟ خب همون حال هوای تونال ایجاد میکنه دیگه. پس یا از این استفاده نکنید یا اگر میکنید از نوع ساس 2، ساس 4 و از نوع گسترش یافته نهم باشه. چرا نهم؟ به خاطر اینکه اگه من از لا شروع کنم، لا سی دو ره می فا سول لا سی، نوت سی ایجاد میشه تو نهم که اتفاقا نوت مشخصه منه. یا اگه از آکورد ساس 2 استفاده کنم، یه دونه باید برم جلو دیگه، از لا برم یه دونه جلو، دوباره به نوت سی میرسم که نوت مشخصه منه. پس نه تنها از اون کلیشه‌ای که در موسیقی تونال وجود داره و اهمیت درجه پنجم فرار کردم، بلکه نوت مشخصه من که متفاوت کرده این مود رو با ماژور یا مینور، اونو بیشتر استفاده کردم. به خاطر همون من آکورد نهم رو تاکید کردم و نه آکورد هفتم رو. این درجه چهارم چرا قدغنه یا چرا مناسب نیست؟ خب اگه نگاه کنید نوت سی و نوت فا رو میبینید دیگه، فاصله تریتون هست دوباره. و در نتیجه اینجا هم شما چون حاوی تریتون هست، از این شکل هفتمش حداقلش اینه که اگرم استفاده میکنید از شکل بدون هفتمش، یعنی فا رو از اینجا حذف بکنید، به شکل ساده ازش استفاده بکنید که اون تریتون در بازی شما حضور نداشته باشه. پس نتیجه میگیریم ما این آکوردایی که گفتیم یک و سه حالت تونیک دارن و این استفاده نکنین ازش چون تریتون داره. از این چهارتا یکیش حال و هوای تونال داره، به شکلهای تغییر شکل یافته استفاده کنین اگرم میکنین. این یکی هم تریتون داره و اصلا در حالتی که هفتم، منظور وقتی که هفتم داشته باشه. ولی اون دوتای دیگه مشکلی ندارن، هم تریتون ندارن، هم شبیه به تونال نیستن و هم یعنی درجه دوم در موسیقی تونال شاید خیلی مثلا مورد توجه قرار نمیگیره و همچنین دوم و هفتم حاوی نوت مشخصه منم هستن. پس اگه توالی آکورد خیلی خوب شما بخواید از اینجا به اینجا داشته باشین که از کادانس ایجاد کنید، پیشنهاد ما اینه که به یک برید، آکورد های یک از نوع تونیک، از غیر تونیک، از این پایینی ها. و کدوم ها؟ هفت و دو دیگه، هفت و دو هست. چون اون دو تای دیگه که بحثش رو کردیم یا اونا رو خب به تفسیر گذاشتیم واسش. پس میتونید از دو طرف به سمت یک بریم. ببین هفت دو یک وسط ایناست. ببین میگن آکوردهای جانبی همسایه خیلی تو موسیقی ایران استفاده می‌کنن. مثلا در مورد کادانس در موسیقی ایران ویدیو تهیه کردم، پای کیبورد این هفت به یک و دو به یک رو خوب نشون دادم اونجا براتون. ولی خب علت اینکه به متوجه بشین از دیدگاه تئوریک چرا ما این کارو تو موسیقی مودال انجام میدیم، به خاطر همینه. و این توضیحات دستبندی که من گفتم، تریتونی که گفتم، پس یکی توالی آکورد خیلی خوبی که ما میتونیم مطرح کنیم استفاده از توالی هفت و دو به سمت یک هست. خب امیدوارم این موضوعاتی گفتم یه زمینه شما آشنایی ذهنیت ایجاد کرده باشه در موسیقی مودال.